سلام، به یک برنامه دیگه از چشم آبی خوش آمدین. معرفی 10 سریال برتر جهان تا 2021. اگر دیدن فیلم و سریال هستین، پیشنهاد میکنم این ویدیو را از دست ندین، چون بهترین سریال های جهان که رتبه بالایی را از امتیاز کاربران کسب کرده و جایزه هایی را دریافت کرده به شما معرفی میکنیم. پیش از همه یادتان نره دکمه لایک بزنین، بلوهای سابسکرایب کنین، زنگوله را فشار بدین و به دوستانتان هم معرفی کنین. امروز به معرفی 10 بهترین سریال خارجی که در تمام جهان محبوبیت بالایی دارن میپردازیم. این سریال ها از دیدگاه بینندگان و هم از دید وبسایت های بزرگ مثل IMDB مورد تایید قرار گرفته و امتیازات فوق العاده بالایی دارن. از سریال شرلوک شروع میکنیم. سریال پربیننده شرلوک در 4 فصل و 13 قسمت تولید شده و محصول شبکه BBC انگلستان است. این سریال راوی ماجراهای شرلوک هولمز مشهور و دستیارش دکتر جان واتسون است. شرلوک تا حالا برنده جوایز مهم از جمله جایزه ایمی، جایزه گلدن گلوب و بفتا شده و بازی بی‌نظیر بندیکت کامبریج همواره مورد ستایش منتقدان قرار گرفته است. اگر طرفدار دنبال کردن معماهای جنایی هستین و به داستان‌های پلیسی علاقه دارین، شرلوک بهترین گزینه برای دیدن است. سریال دروغ‌های کوچک بزرگ یا Big Little Lies. سریال دروغ‌های کوچک بزرگ ساخته شبکه HBO است. این سریال درام با کارگردانی جان مارکولی و محصول سال 2017 است. دروغ‌های کوچک بزرگ با یک داستان جنایی و مرموز آغاز میشه، اما بعد از این اتفاق و در ادامه راوی زندگی شخصی و اجتماعی زنان، رابط و دوستی بین آنها و خشونتی که ممکن است در خانه هایشان تجربه کنند میباشه. این سریال با بازی بی‌نظیر نیکول کیدمن بار دیگر هنر تلویزیون را به رخ سینما کشید و در مدت کوتاه تانست نظر مثبت بینندگان و منتقدان به دست بیاره. سریال چرنوبیل. مینی سریال 5 قسمتی چرنوبیل محصول شبکه HBO است. HBO که میگیم از نامش معلوم است دیگه. چرنوبیل یک درام تاریخی به کارگردانی یوهن رنگ است و راوی فاجعه هستگی چرنوبیل 1986 میباشه. این مجموعه لقب بهترین مینی سریال تاریخ داره و تلاش های پاکسازی بی سابقه زنان و مردان در طول این فاجعه بشری برای نجات اروپا را نشان میده. چرنوبیل همچنین چرا و چگونگی رخ دادی حادثه و دلیل پنهان سازی شوروی را به خوبی روایت میکنه. سریال بریکینگ بد. بیشک هنوزم خیلی ها بریکینگ بد را بهترین سریال جهان میدونن. بریکینگ بد یا افسار گسیخته در 5 فصل و 62 قسمت و یک فیلم تلویزیونی به نام الکامینو ساخته شده و راوی داستان یک معلم کیمیا است که به خاطر ابتلا به سرطان و با همکاری دانش آموز قدیمی خود شروع به تولید ماده مخدر متافتامین یا شیشه میکنند. این سریال محصول ایالات متحده است و از قسمت اول شما را درگیر ماجراهایی میکنه که تا آخرین قسمت در حال اوج گرفتن است. در این سریال شاهد زندگی مرد خوب و بدور از حاشیه هستین که به مرور و بر اثر اتفاقات افسار گسیخته شده و تبدیل به خطرناکترین مرد در ایالات متحده امریکا میشه. خدا آدم افسار گسیخته نکنه که خرابی میکنه ده حد والتر وایت. سریال گیم آف ترونز. بازی تاج و تخت سریال دیدنی محصول شبکه امریکایی HBO است. این سریال در 8 فصل و 73 قسمت تولید شده و راوی چندین داستان در 7 اقلیم خیالی می باشه. در این سریال شاهد داستان‌های عاشقانه، فانتزی و همچنین نبردهای خشونتبار برای تصرف یک تخت آهنین و مقابله با مردگان متحرک هستین. اگر طرفدار فیلم‌های درام و تخیلی هستین، گیم آف ترونز میتونه ساعت‌ها شما را سرگرم کنه. سریال پیکی بلایندرز. پیکی بلایندرز یک سریال مافیایی و درام محصول شبکه BBC انگلستان است. داستان سریال که در تمام جهان از جمله کشور ما طرفدارای زیاد پیدا کرده، حول محور شخصیت به نام توماس شلبی است که رهبر یک خانواده مافیایی مشهور میباشه. پیکی بلایندرز با بازی کیلیان مورفی و تام هاردی یکی از بهترین گزینه‌ها برای طرفداران ژانر اکشن جنایی و مافیایی میباشه. پیکی بلایندرز قرار بود در 5 فصل تولید شود، اما بعد از استقبال گسترده بینندگان در سر تا سر جهان قرار شد سریال تا 6 فصل ادامه داشته باشد.
وای که چقدر جوانان به خاطر دیدن سریال شوقی نوشیدن شراب و کشیدن سیگارت شدن. به خدا توبه. سریال جوخه برادران یا بند آف برادرز. جوخه برادران یک مینی سریال 10 قسمتی محصول شبکه HBO می باشه. حالا هرچی سریال خوب معرفی میکنیم باز HBO می رسیم. خب این سریال محصول سال 2001 است و در حال حاضر رتبه 4 بهترین سریال های جهان را داره. جوخه برادران روی داستان واقعی گروهان ایزی از گردان 506 لشکر 101 هواورد ارتش ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم تا تسلیم کشور آلمان نازی می باشه. جوخه برادران یکی از بهترین گزینه ها در ژانر اکشن جنگی تاریخی است. این سریال چهره زشت جنگ، فداکاری ها و اس برادری در جنگ را به خوبی نشان می ده و موسیقی متن عالی جذابیت دیدنش را دو برابر کرده. سریال کاراگاهی حقیقی یا ترو دیتکتیف. کاراگاهی حقیقی یک سریال جنایی بازم ساخته جناب شبکه HBO است. جذابترین بخش آن مربوط به داستان های فصل اول می باشه. به گزارش تالا فصل اول با بازی متیو مکانهی راوی داستان تلاش دو مامور پلیس برای پیدا کردن یک قاتل سریالی به نام سلطان زردپوش است. فصل اول کاراگاهی حقیقی به حد حیرت انگیز و رازآلوده است که هر بیننده ای را پای تلویزیون میخکوب میکنه. البته داستان و بازیگران این سریال در هر فصلش تغییر میکنه. سریال وایکینگ ها. وایکینگ ها یک سریال اکشن و تاریخی محصول شبکه هستوری می باشه. این سریال راوی ماجراهای در عصر وایکینگ هاست. وایکینگ ها در افغانستان هم بینندگان زیاد داره و اگر می خواهید یک داستان اکشن و هیجانی رو دنبال کنین، وایکینگ ها بهترین گزینه برای شماست. وایکینگ در فصل های 10 تا 20 قسمتی تولید شده. سریال خانه پوشالی یا هاوس آف کاردز. سریال خانه پوشالی در 5 فصل و 73 قسمت تولید شده. این سریال محصول شبکه نتفلیکس می باشه و ساخته دیوید فنیچر کارگردان مشهور امریکایی است. این سریال با هنرنمایی کیوین اسپیسی راوی ماجراهای سیاسی و هیجانی است. با تماشای سریال خانه پوشالی تمام تصورات شما از دنیای سیاست تغییر خواهد کرد. البته سیاست از دید ما دیگر رقم است بیازو، چون لامصب در مملکت ما بیخی یک چیز دیگه است. خوب، این سریال حواشی زیاد را به دنبال داشت که از جمله آنها میتونیم به اتهام جنسی علیه کیوین اسپیسی اشاره کنیم که در آخر باره بیگناهی او به اتمام رسید. سریال های خوب زیاد هستند که در این ویدیو نمی گنجید و بعدها سریال ها و فیلم های بیشتر را به شما معرفی میکنیم. شما هم سریال ها و فیلم های مورد علاقه خود را در بخش کامنت بنویسید. تا دیدار بعد، بدرود.